بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت همه شما گرامیان، خوشحالم از اینکه در هفته هشتم در خدمت شما قرار دارم به سلسله مباحثی که در حوزه قانون اساسی مطرح ساختیم در جلسات گذشته و مطرح ساختیم که فصل سوم قانون اساسی افغانستان در رابطه با رئیس جمهوره و تا قسمت ماده 64 پیش آمدیم تا به فقره 15 همه مانده 64 هم گفتیم که قبول اعطای نمایندگی اعتمادنامه های نمایندگی سیاسی خارج افغانستان و کسایی که از خارج به افغانستان میان به عنوان سفیر یا نماینده سازمان ها از جمله صلاحیت‌های رئیس جمهور بود. مورد 16 هم از جمله صلاحیت‌های رئیس جمهور توشیع قوانین و فرامین تقنینیه. در حقیقت رئیس جمهور بعد از اینکه پیشنویس قانون و پارلمان میره در کمیسیون ها بس میشه، بعد به مجلس نمایندگان، بعد به توشیح رئیس جمهور میره. رئیس جمهور رو توشیح میکنه تا به جریده رسمی نشر بشه. در این صورت این هم از جمله صلاحیت های رئیس جمهور شناخته میشه و رئیس جمهور در یوزه صلاحیت به اصطلاح تام داره تا به اصطلاح مصوبات مجلسین توشیح بکنه. همچنان در قسمت فرامین تقنینی رئیس جمهور صلاحیت داره که فرمان تقنینی صادر بکنه و اون شکلی که ما در جلسات گذشته گفتیم این صدور فرامین تقنینی حالات خاص خود خود داره. زمانی که پارلمان با رخصتی باشه یا پارلمان به اصطلاح هنوز تشکیل نشده باشه و موارد خاصی که میتونه رئیس جمهور فرمان تقنینی صادر بکنه و در حقیقت هم توشیع قوانین و هم فرامین تقنینی از جمله صلاحیت های این حصاری رئیس جمهور، البته بنهای از اینکه در قسمت توشیع همه قوانین در جلسات گذشته مطرح کردن در حوزه پارلمان که در شرایط خاص باز پارلمان میتونه بدون توشیع رئیس جمهور هم یک قانون وضع کنه و در جریده رسمی به نشر رسونه که او باز شرایط خاص خود خود داره. مورد 17 هم اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق با احکام قانون. و رئیس جمهور میتونه نماینده های خاص خود خود تعیین کنه تا اونا برن در سطح بین المللی معاهدات و موافقت نامه هایی که دولت افغانستان باید به زور پیونده به عنوان نماینده رئیس جمهور عمل بکنن و در اونجی او موافقت نامه رو امضا بکنن. البته یک نکته که بسیار زیاد مهمه اینه که ما در قسمت معاهدات بین المللی باید سن و معاهده را از هم دیگر تفکیک کنیم. یکی معاهدات دو جانبه که جنبی اجرایی داره، بیشتر اونا با امضای رئیس جمهور و یا نماینده رئیس جمهور در سطح کشورها و در سطح کشور قابلیت اجرا داره و قابلیت تطبیق داره. دسته دوم معاهداتی هستن که اونا معاهدات به اصطلاح نیاز به تصویب پارلمان دارن و زمانی که قوه مجریه رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور یا وزیر خارجه او رو امضا میکنن، بعد بر اساس او امضا قابلیت اجرا پیدا نمیکنه و بعد به مجلس بیایه و در مجلس تصویب بشه و زمانی که تصویب شد قابلیت لازم اجرا شدن پیدا میکنه. و دسته سوم معاهدات، معاهدات قانونسازه که بدون در نظر گرفتن رأی و نظر رئیس جمهور یا پارلمان او قابلیت اجرا داره و تمام کشورها بدون استثنا باید او در زندگی خود خوب پیاده بکنن و هیچ کشوری حق نداره که خلاف از او عمل بکنه، که شامل کنوانسیون های بین المللی، حقوق دیپلماتیک، حقوق کنسولی، منع تبعیض، حقوق دریاها، حقوق فضایی، منع شکنجه، حقوق زنان، حقوق اطفال و موارد اینا که جز معاهدات قانون سازه و همه کشورها مکلف به اطاعت از او شمرده میشن. مورد 18 هم تخفیف و عفو مجازات مطابق با احکام قانون. رئیس جمهور صلاحیت داره که مجازات تخفیف بده و عفو کنه و مطابق به اصطلاح وضعیت های خاص مثلا روز استقلال، ماه مبارک رمضان، عیدین و هشت حسد، اول سال و حالات مختلفی میتونه رئیس جمهور فرمان صادر بکنه و یک تعداد مجازات ها تخفیف بده و یک تعداد هم مورد عفو قرار بده که یه جمله صلاحیت های اختصاصی رئیس جمهور شناخته میشه. مورد 19 اعطای مدال، نشانه ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون. رئیس جمهور میتونه برای اشخاص داخلی و خارجی مدال اعطا کنه، نشانه های
مختلفی که در افغانستان وجود داره و القاب افتخاری متعلق به قانون برای هر یک از افرادی که فکر میکنه با توجه به وضعیت کشور و منافع ملی، با توجه به حسن روابط بین کشورها و افراد، ای به اصطلاح مدال یا القاب یا نشانه از اونها اهدا کنه. مورد بیستم، تأسیس کمیسیون خواب منظور بیبود اداره کشور متعلق به احکام قانون. رئیس جمهور میتونه به در هر حوزه‌ای که فکر میکنه کار بهتر و نوسان‌تری انجام بشه کمیسیونی تشکیل بده و این کمیسیون امورات رئیس جمهور برای از اونا بسپاره. و مورد 23، سایر صلاحیت‌ها و وظایف مندرج این قانون اساسی و صلاحیت‌های دیگری که در مواد دیگر قانون اساسی تذکر داده شده از جمله صلاحیت‌های رئیس جمهور شمرده میشه. ماده 65 میای میگه که رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رای عمومی مردم افغانستان مراجعه کنه. در حقیقت رئیس جمهور در حالات خاص میتونه در مسائل ملی که شامل مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است با رای عمومی مراجعه کنه و نظر مردم را بخواهد از طریق رفراندوم یا همه پرسی. مراجعه با رای عمومی نباید مناقص احکام این قانون اساسی یا مستلزم تعدیل آن باشد. و این مراجع رئیس جمهور به آرای عمومی نباید مخالف قانون اساسی باشه. مثلا نمونی بارزی که رئیس جمهور انجام داده نمیتونه در قسمت اینه که برای تعدیل قانون اساسی و برای به اصطلاح تمدید دوره ریاست جمهوری خود نمیتونه که با آرای عمومی مراجعه کنه، فقط مجرا و جایگاهی که میتونه این کار انجام بده لوی جرگه، و لوی جرگه هم فقط رئیس جمهور صلاحیت فراخوان لوی جرگه داره و صلاحیت تصمیم گیری در امورات لوی جرگه نداره. پس به این جهته که مراجع با آرای عمومی هم باید شرایط خاص خودخور داشته باشه. ماده 66، رئیس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی مصالح اولیای مردم افغانستان را رعایت میکنه و رئیس جمهور نمیتواند به حکم قانون بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اعلام کند. رئیس جمهور نمیتواند از زمان تصدی وظیفه از مقام خود به منظورات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند. یعنی رئیس جمهور در حقیقت در این ماده 66 چند موضوع برای رئیس جمهور مطرح میسازه. نکته اول اینه که رئیس جمهور در اعمال صلاحیت های خود خود به خصوص مطابق به ماده 64 که صلاحیت های خاص خود خود داره باید مصالح اولیای مردم افغانستان در نظر بگیره و بر اساس منافع ملی و بر اساس خواست ملی عمل بکنه و خارج از خواست و منافع ملی اقدامی انجام نده. نکته دومی که در این ماده 66 بیان میشه و اینه که رئیس جمهور نمیتونه بدون حکم قانون ملکیت های دولتی به فروش برسانه یا اعطا بکنه و مطابق به قانون به اصطلاح اراضی افغانستان باید عمل بکنه و اگر ملکیتی به کسی انتقال میده باید منافع اولیا در نظر گرفته بشه و مطابق منافع اولیا زمین انتقال پیدا بکنه یا به اصطلاح به فروش برسه، چرا که مطابق قانون اساسی افغانستان و قوانین رایج افغانستان، افغانستان جمله کشورهایی هست که ملکیت ایغار خود خود برای خارجی ها به فروش نمیرسن. حتی برای سازمان های بین المللی نمونی و شما وقتی مطالعه بکنید میبینید که بعضی از مکان ها برای یو این یا سازمان ملل متحد، نمایندگی سازمان ملل متحد یونیما به شکل 99 ساله به اجاره داده شده و حتی برای سازمان های دیگری که در افغانستان حضور دارن اینا برای از اینا به اجاره داده شده و به فروش نرسیده. تا در گذشته در افغانستان بعضی از سفارت ها زمین خریداری که دیدم و ملکیت دارن که تا امروز هم همچنان در تسلط از اینا هسته. و نکته دیگری که در ماده 66 قانون اساسی افغانستان بیان میشه میگه رئیس جمهور نمیتونه در زمان تصدی وظیفه خود خو از مقام خود خود منوزات لسانی و سمتی و قومی و مذهبی و حزبی استفاده کنه، چرا که این شخص رئیس جمهور تمام مردم افغانستانه و اگر رئیس جمهور قرار باشه که تصامیم از او و احکام از او بر اساس مسائل قومی و زبانی و سمتی و مذهبی و اینا باشه، نهایتاً او عنوان رهبر ملی و رهبر عام و کسی که رهبریت یک کشور پیش میبره شناخته نمیشه و به هوج جهته که او در حقیقت نمیتونه به عنوان یک رهبر عمل بکنه، چرا که رهبر در هر کشور و کسی که در رأس امور قرار داره
و رئیس جمهور یک کشور باید همه مردم و سرزمین خود خور در یک دید ببینه و هیچگاه به خاطر مسائل قومی، زبانی، نژادی و منطقوی عمل نکنه، که چرا که در حقیقت مو مقوله بزرگ میگه اگر ملک کند از درخت رعیت سیبی، برآورن غلامان درخت را از بیخ. و در کشورهای مثل افغانستان که همه فروپاشی وجود داره، همه کی به اصطلاح بیقانونی وجود داره، دلیل اینه که مقامات ارشد حکومتی و کسانی که رهبران حکومت هستند مطابق با قانون عمل نمی کنند و خلاف او قواعد مقررات عمل می کنند و مو باعث میشه که نهایتا منافع ملی توسط گروه ها و رهبرها و اشخاص عادی جامعیت و شهروندان مراعات نشه و هر کس به دنبال منافع شخصی، منافع گروهی و منافع حزبی و سمتی خود باشه. پس ماده 66 قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور را مکلف به قرار میده تا از به اصطلاح همگرایی استفاده کنه و از مسائل قومی، زبانی، نژادی و سمتی هیچگاه در امر به اصطلاح تصدی وظیفه خود و مقام خود استفاده نکنه. ماده 67 میگه در صورت استیفا، عزل یا وفات رئیس جمهور یا مریضی سبب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیت و وظایف رئیس جمهور را به عهده میگیرد. یعنی در چند حالت معاون اول رئیس جمهور امورات ریاست جمهوری به پیش میبره. اول استیفای رئیس جمهور در حالتی که رئیس جمهور خود از به هر دلیل یا دلایل شخصی یا دلایل مشخصه دیگری به اصطلاح استیفا میده، جانشین از او معاون اول میشه. در صورتی که رئیس جمهور عزل میشه مطابق قانون اساسی افغانستان که در جایگاه باز باش ما بحث خواهیم کرد چگونه رئیس جمهور عزل میشه، لوی جرگه او چگونه عزل میکنه، یا وفات رئیس جمهور وفات میکنه و یا هم به مریضی سبب علاج دچار میشه، مریضی که توان کار را از رئیس جمهور میکنه میگیره، رئیس جمهور دیگه نمیتونه اجرای وظیفه خود به صورت درست از اجرا بکنه و مریضی دچار میشه که توان به اصطلاح جسمی و توان روحی خود رئیس جمهور را دست میده، در صورتی که معاون اول رئیس جمهور جانشین از او میشه. رئیس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملی اعلان میکنه و زمانی که اگر رئیس جمهور بخواد استعفا بده باید استعفای خود خود به شورای ملی ارائه بکنه، چرا که شورای ملی افغانستان مظهر اراده مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان در اینجا حضور دارند و بالاترین مرجعیه که رئیس جمهور میتونه استعفای خود رو بده. تثبیت مریضی سبب علاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف استر محکمه تعیین میگردد صورت میگیره و برای از اینکه تشخیص بدم رئیس جمهور آیا صلاحیت اجرای وظیفه خود داره یا نه، یا به مریضی سبب العلاج دچار شد، در این صورت که استر محکمه هیئت طبی تشکیل میده و بر اساس همو نظری هیئت طبی عمل میکنه. در این حالات در خلال مدت 3 ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده 61 این قانون اساسی برگزار میشه و زمانی که رئیس جمهور استعفا میده، عزل میشه، وفات میکنه، مریضی سبب العلاج دچار میشه، به هر حالت از این 4 حالت اتفاق که افتاده که معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست ریاست جمهوری و تا 3 ماه بعد انتخابات برگزار بشه و عملا انتخابات وجود بیه. معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به ایسه رئیس جمهور موقت امور زیر انجام داده نمیتونه و این کارا را نمیتونه که انجام بده: تعدیل قانون اساسی، عزل وزرا، مراجعه به آرای عمومی. یعنی رئیس جمهور همه صلاحیت ها داره جز ایسه صلاحیت، یعنی قانون اساسی تعدیل کرده نمیتونه، لوی جرگه فراخوانده نمیتونه، وزرا که در رأس حکومت هستن و امورات مملکتی به پیش میبرن اینا رو برکنار کردن نمیتونه و همچنان اینا باید به کار خود ادامه بدن و به آرای عمومی هم مراجعه کرده نمیتونه به یک امر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از طریق آرای عمومی یا رفراندوم یا همه پرسی و به اصطلاح به رأی بگذاره و این صلاحیت نداره. معاونین رئیس جمهور میتوانن مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کندید نمایند. هر کدام از این معاونین، معاون اول، معاون دوم، میتونه که خود خور در حالاتی که یا رئیس جمهور استعفا بده یا عزل شه یا به اصطلاح وفات کنه یا هم به مریضی سبب العلاج دچار بشه، میتونه خود را کندید کنه به عنوان یک از کاندیدات مطرح باشن. در صورت غیاب رئیس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین میگرده. هر زمانی که رئیس جمهور به سفری بره
یا به رخصتی بره، در این صورت که رئیس جمهور صلاحیت ها و وظایف به اصطلاح معاون اول خود خود تعیین میکنه که از چه میزان صلاحیت برخوردار و از چه میزان صلاحیت برخوردار نیسته. ماده 68 میگه که هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا یا وفات نماید، عوض شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تایید پلیسی جرگه تعیین میگردد. اما گپی که ما در جلسه پیش گفتیم، هر زمانی که یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون اول یا معاون دوم، چی استعفا بده چی وفات بکنه، در این صورت رئیس جمهور میتونه که یک شخص دیگری به مجلس نمایندگان معرفی کنه، به زمانی که مجلس نمایندگان به زور رأی داد رو به جای معاون گذشته اون رو خود خود به پیش ببره. در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، به ترتیب معاون دوم، رئیس مشران جرگه، رئیس ولسی جرگه، وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده 67 این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده میگیره. هر زمانی که قانون اساسی افغانستان آمده پیش بینی کرده، گفته در صورتی که رئیس جمهور وفات میکنه یا رئیس جمهور استعفا میکنه، معاون اول جانشین از او میشه، مان رئیس جمهور موقت. اگر رئیس جمهور و معاون اول مشکل وفات میکنن یا کشته میشن، معاون دوم در صورتی که با رئیس جمهور و معاون اول و معاون دوم وفات میکنن، رئیس سنا در صورتی که رئیس سنا هم نباشه، رئیس مجلس نمایندگان در صورتی که رئیس مجلس نمایندگان هم نباشه، وزیر خارجه به عنوان رئیس جمهور موقت به اصطلاح حلف وفا میکنه و به اصطلاح به عنوان رئیس جمهور موقت شناخته میشه و اونجایی که انتخابات زودهنگام در ظرف 3 ماه برگزار میشه. پس میبینیم که در افغانستان رئیس جمهور، معاون اول، معاون دوم، رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه از جمله کسایی هستند که به اصل سلسله مراتب مقام ریاست جمهوری یکی پس از دیگری میتونن به عنوان رئیس جمهور موقت در رأس حکومت قرار بگیرن. ماده 69 میگه که رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. رئیس جمهور فقط در مقابل دو بخشی، یکی در مقابل ملت و شهروندان مسئول، یکم در مقابل مجلس نمایندگان و باید به اونا پاسخگو باشه. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. یک سوم اعضای مجلس نمایندگان میتونن که بر علیه رئیس جمهور اعلان جرم بکنن، چی به جرم خیانت باشه، چی به حساب جرایم ضد بشری باشه یا به اصطلاح خیانت ملی باشه. در این صورت میتونن که یک سوم اعضای مجلس نمایندگان بر علیه رئیس جمهور اعلان جرم بکنن. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لوی جرگه را دایر می نماید. وقتی یک سوم اعضای مجلس نمایندگان بر علیه رئیس جمهور اعلان جرم میکنن، در این صورت میتونه که به رأی گیری گذاشته بشه و اگر دو سوم مجلس نمایندگان رأی دادن، لوی جرگه فرا خوانده میشه تا رئیس جمهور مورد محاکمه قرار بگیره. اگر لوی جرگه اتهام منصوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل به موضوع و محکمه خاص معول میکردد. محکمه خاص متشکل است رئیس مشران جرگه، 3 نفر از اعضای ولسی جرگه و 3 نفر از اعضای ستر محکمه با تعیین لوی جرگه. اقامه دعوا توسط شخصی که از طرف لوی جرگه تعیین میگردد صورت میگیرد. در این حالت احکام مندرج ماده 67 این قانون اساسی تطبیق میکردند. پس میبینید که اگر 1/3 اعضای مجلس بر علیه رئیس جمهور اقامه به اصطلاح اعلان جرم کنند، به اساس 2/3 مجلس نمایندگان تایید کنه، لوی جرگه تشکیل میشه، لوی جرگه بر اساس 2/3 جرم رئیس جمهور به اصطلاح تایید کنه، رئیس جمهور از وظیفه منفصل میشه، برابری رئیس سنا 3 نفر از اعضای مجلس نمایندگان، 3 نفر از اعضای ستر محکمه محکمه خاص تشکیل میدن، رئیس جمهور مورد محاکمه قرار میگیرن. و زمانی که ایالت اتفاق افتاده که احکام ماده 67 که مو معاون اول جانشین از این میشه و بعد بعد از 3 ماه انتخابات برگزار میشه، قابلیت تطبیق پیدا میکنه. ماده 70 معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم میگرده. قانون برای رئیس جمهور یک سری امتیازات و تشریفات خاصی در نظر گرفته. رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت با استثنای حالات اصل برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید میشه. و زمانی که یک شخص رئیس جمهور
بعد از اینکه از رئیس جمهوری زمان از او خاتمه پیدا میکنه، به استثناء از اینکه او عزل نشه از تمام حقوق و امتیازاتی که به اصطلاح در دوره ریاست جمهوری برخوردار بوده همچنان برخورداره و اونانه او امتیازات در زندگی از او وجود داره. با تشکر از شما.